به نام خدا. سلام، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، علاقمندان به ورزش و شبکه ورزش. اینجا سالن شهدای هفتمی تیر شهر تهران، محل برگزاری رقابت‌های کشتی انتخابی تیم ملی جوانان در رشته فرنگی، رقابتی که از دیروز شروع شده فردا هم به پایان میرسه و آخرین افتخاری که ما در رشته کشتی فرنگی جوانان داشتیم قهرمانی جهان بود و ما پشتوانه خیلی خوبی داریم برای تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسال. هادی عامل عزیز، گزارشگر مسابقه، آماده است این رقابت‌ها رو برای شما گزارش کنه. آقای عامل سلام بر شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر. به نام خدا. خدمت بینندگان عزیز، دوستانان ورزش با افتخار کشتی سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت جناب اسماعیلی دوست همکار عزیزم. رقابت کشتی فرنگی مقطع سنی جوانان، قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که در سالن شهدای هفتم تیر برگزار میشه، گرامی داشت سالگرد شهید قاسم سلیمانی و کشتی که همکنون شما از اون مشاهده می‌فرمایید، رقابت وزن 55 کیلو کشتیران احمدی و حاجی وند، دو کشتیگیر از رامین احمدی که هر دو از خوزستان هستند، یکی سهمیه خوزستان و دیگری تیم خوزستان، در سرشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنن دو کشتیگیر. اولین مبارزه از رده‌بندی پنج وزن نخست هست که دیروز رقابت آغاز شد و امروز هم به نفرات فینالیست و رده‌بندی مشخص شدند. وای دو دستک دست، یه لحظه خاک میکنه حریف خودش و موفق بشه دو امتیاز بگیره. حاجی وند، علی حاجی وند موفق بشه حریف خودش رو خاک کنه، در خاک میره، بعد اجرا فن برندوها صدیر برندوها به اجرا بذاره، یک بار دیگه به دنبال برندوها هست در تلاش از اینکه بتونه فن برندوها رو به اجرا بذاره که نموفقه و دو کشتیگیر از تشک خارج میشند. نتیجه کماکان 2-0. دوباره وسط عدو کشی تقاضا میکنه در وسط تشک کار دنبال کنن. بازم در سرشاه سعی میکنه که ماهی دو کولنداز رو به دست بیاره. حاجی وند رو دست هم دیگه کار میکنن دو کشتیگیر. رقابت ها در مقطع سنی جوانان برگزار میشه، امیدهای کشتی ما، اعضای کمیته فنی هم حضور دارن در سالون و کاملا رقابت ها رو زیر نظر دارن. آیه حسن رنگر سرمربی تیم بزرگسالان کشورمون در کنار آقای حمید باوفا که سرمربی تیم جوانان هستن، آقای بهروز عزتی پور، آقای ملک محمد بوویدی، مجید رمضانی و آقای علی محمدی هم که مدیر تیمای کشتی فرنگی هستن، کاملا رقابت ها رو زیر نظر دارن. دو کشتیگیر باز هم در سرشاخ در تلاش هستن که میدونن شرط برای فنون خودشون مهیا کنن. نتیجه همون کماکان 2-0 هست به نفع علی حاجیوند کشتی خودستانی که وقتی سیستم استراحت فرا میسه میرن از مربیان خودشون نکات لازم میگن مربیان به کشتیگیران خودشون. وقتی سیستم استراحت فرصت مناسبی است که مربیان با کشتیگیران خودشون صحبت میکنن، نکات لازم رو تذکر میدن. مربیان خودستان در طرفی هم مربی دیگه خودستانی مشاهده میفرمایید که نکات لازم کوچین خودشون میگن. علی حاجی وند دو امتیاز از حریف خودش پیش است، دو امتیاز پیش است و به دنبال وقت دوم اصول داور وسط آغاز میشه. رو دستان رو یه کار میکنه و سعی میکنه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. بازم در سرشاخ سعی میکنه که شرایط برای کول اندازی خودش مهیا کنه. سرگردن مهار کرده حاجی وند، سرگردن مهار کرده و سعی میکنه شرایط برای داور وسط
آقای ابوالفضل عقیلی از داور تهرانی مبارزه رو قضاوت میکنن. پاسم در برای تقاضی اخطار و یک امتیاز برای حاجی وند. به دنبال بارانداز هست. یک بار دیگه میره برای سوبلس. به دنبال سوبلس هست حاجی وند. سعی داره سوبلس به اجرا بزنه، میشه روسی نش یه سوبلس و نه امتیازی نداره. داور اصلا دو امتیاز میده، حالا ببینیم که قاضی یک امتیاز میده. حالا رئیس توشک میخواد، حالا رئیس توشک در معرض دید ما هم نیست که نامش رو بگیم خدمت شما عزیزان. داور اصلا دو امتیاز داد، قاضی یک امتیاز داد. حالا ببینیم که نظر داور چی هست. دو امتیاز که نداشت، دو امتیاز نداشت و رسولی نظرش اینی که امتیازی نداشته و امتیازی داده نمیشه. امتیاز داده نمیشه. حالا از مربیش تقاضا میکنه که تقاضای چلنج کنم. حالا میره چانه زنی میکنه و خودش، این کار کار قشنگی نیست که خودمون کشتیگیر بره و تقاضای چلنج کنه. مربی با تقاضای چلنج کنه، کشتیگیر میتونه موافقت کنه، میتونه نکنه. حرکت و اثر اگر با هم ببینیم، احمد محترم شهرستان بهبهان آقاجاری و آقای مظلومی به سالن میان و واقعا حضورشون ارزشمند هست. یه نماینده که با در همه ابعاد نمایندگان نماینده مردم باشن، به خصوص در بخش ورزش که مورد توجه جوانان هست. حرکت اثر با هم ببینیم، میاره اینجا و ببینیم که اینجا سوبلس میکنه و همون فرود میتونه یک امتیاز داشته باشه. فرود آبی به منطقه دو بنده آبی، باند آبی، اینجا دست و ستون میکنه و اینجا میتونه، تو قانون اومده که میتونه یک امتیاز داشته باشه. حالا یدی جوری آقای مزدک گیتی که سرپرست فنی مسابقات یدی جوری هستن و آقای رادمد و آقای بهارلو، ببینیم چه رأی رو خواهند داد. امتیاز داده نه، بله امتیاز داده نمیشه. یک امتیاز هم برای دو بنده آبی در نظر میگیرن، یک امتیاز هم برای دو بنده آبی در نظر میگیرن، چرا که اعتراضشون مورد قبول واقع نشد. اینجا بود که علی حاجی وند اعتراضی کرد، حالا به ضرر شد. یک امتیاز هم به هرویش دادن تا آخر کشتی، هم حالا دیگه نمیتونه اعتراض کنه مربیش. کشتی باید روح اطاعت داشته باشه. وقتی مربیش صلاح نمیدونه دیگه تقاضای چلنج نکنه. بازم به دنبال کمرگیری هست. یک بار دیگه سعی میکنه کمرگیری به اجرا بذاره. بازم در تلاش هستن که شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. یک بار دیگه به دنبال کمرگیری هست احمدی. 34 ثانیه وقت باقی مونده، ببینید که میتونه یه خاک بکنه. حالا 3-3 برابر میشه و برنده میشه. اونجاست که اون یه امتیاز بسیار میتونه ارزشمند باشه، باشه برای مقام سومی و کسب مدال برنز هست. داره رده بندی سخت‌تر و دشوارتر است. 17 ثانیه وقت باقی مونده. 17 ثانیه که احمدی دو امتیاز عقب هست. حاجی وند به دنبال کمرگیری یک بار دیگه. 2 ثانیه 1 ثانیه وقت به اتمام میرسه. وقت به اتمام میرسه. داور وسط آقای عقیلی با دو کشوی دست میده و دست علی حاجی وند رو به عنوان فرد پیروز بالا میبره. رقابت بعد محمد مهدی غلامپور از فارس با دو بنده آبی در مقابل سامان ناصری پور از سهمیه تهران
به این شکل سهمیه تهران که عرض میکنیم خدمتون، چون مسابقات قهرمان کشور هست هر استان میتونه یه تیم بده و نفراتی که میتونستن سهمیه بگیرن از استان خودشون اونها هم شرکت کردن. چون مسابقه انتخابی تیم ملی هست نفرات دیگه هم میان و در مسابقه شرکت میکنن، اما امتیاز تیمیشون محسوب نمیشه. داور وسط آماده هستن تو اینکه این رقابت رو قضاوت کنند. آقای چرمی این مبارزه رو قضاوت میکنه. دومین رقابت رده بندی وزن 55 کیلو، دومین رقابت وزن 55 کیلو که سامان ناصری و مهدی غلامپور، غلامپور که کاشی دوم هست، دومین رقابت میشه. و کمرگیر یه لحظه رو کمرگیر تندر میکنه، یه تندر برقاسا و موفق بشه دو امتیاز بگیره. یه کمرگیری سریع از ناصری تو همون حالت موفق شد کشگیر فارس. غلامپور یه تندر کنه حریف خودشو با اجدای فن تندر. مهدی غلامپور موفق شد دو امتیاز از حریف خودش بگیره. یک بار دیگه چقدر سریع و برقاسا اجرا کرد. به دنبال گرفتن خیمه هست، سگدن مهار میکنه، از همونجا کمرگیری میکنه ناصرپور، سامان ناصرپور و دو امتیاز هم ناصرپور میگیره و کشی دو دو برابر میشه. دو دو برابر سامان ناصرپور، ناصریپور دو دو برابر. اما برنده است چون امتیاز آخر رو گرفته تا این لحظه، باز هم در تلاش هستن که میتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. به دنبال کمرگیری هست، صدر کمرگیری به اجرا بذاره زی کار نمیره. یک بار دیگه میشونه برای کمرگیری، باز هم زی کار نمیره. تا حدود ساعت 8 شب افتخار داریم از شبکه ورزش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. حسن ناشید میگیم به همه عواملی که از صبح تلاش کردن پنگ کردن واحد سیار و تنکیت نقابت ها به سما نظر دوستداران کشتی برسه. جوانان عزیز ما که سرمایه های کشتی ما هستند، آینده از آن این جوانان هست. حالا بازم در سرشاخ دو کشتیگیر روی دستان هم دیگه کار میکنند تنکیت بتونن شرایط برای فنون خودشون مهیا کنند. به دنباله گرفتن دو دست یک دست سعی میکنه که کمرگیری خودشو به اجرا بذاره. یک بار دیگه میزن زیر کتف حریف خودش غلامپور، غلامپور از فارس و با در خاک پشینه گختار میدن به ناصریپور. ناصریپور در خاک میشینه بلا فاصله. حالا ببینیم که غلامپور کشیر فارس چه خواهد کرد. شهر شیراز استان فارس دو تا طلای المپیک داره، امید نوروزی و ممرزا گرایی و پهلوانای دیگه. نکاشگیرش تا سعی میکنه که تبدیل کنه به سالتو برانداز و سعی میکنه که حرفو بالا بیاره میکیه رو سینه‌اش. ببینیم که چه خواهد کرد. عجلو در حال مشک سقا صداش به پل بزنه. داور اصلا دو امتیاز میده و قاضی برای استو امتیازی نمیدن. حالا اصلا اونجا درمای کنده فرنگی حرفو میتابونه دو امتیاز میگیره. تکنیکی کار میکنه در خاک. یک بار دیگه اصلا اونجا کنده فرنگی دو امتیاز از یک بار دیگه سعی میکنه کنده فرنگی رو به اجرا بذاره. به دنبال کنده فرنگی، یک کنده فرنگی زیبا موفق میشه چهار امتیاز دیگه بگیره از حریف خودش. ما رو بیاد کنده فرنگی برادران گرایی به خصوص محمد رضا گرایی قهرمان رو اپیک میندازه. شیرازی ها دیگه با الگو برداری از برادران گرایی و امید نوروزی که در کنده فرنگی و سالتو براندازها استاد هستن، اونها میان و به خوبی کنده فرنگی رو اجرا میکنن. سالتو برانداز، کنده فرنگی، لیفت کردن و بالا کشیدن میرن از مربیان خودشون، مربیان فارس و مربیان تهران. نکات لازم به کشیدن خودشون میگن.
یادآوری میکنم. حرکت اثر با هم میبینیم به این شکل اومد کمرگیری کنه که یه تون در اجرا کرد. اولانپور به موفق شد دو امتیاز بگیره و ببینیم که دوره صدقه حسین چرمی به تو کشید میگه که انگاشا نگیرن تذکر میدیم. باسم در میره بر فن کمر بین راه کمر رو میگیره خاک میکنه و یه سالتو براندازم اجرا میکنه. چهار امتیاز میگیره، چهار امتیاز و کشی حالا 6-9 میشه. هنوز چهار امتیاز رو تابلو ثبت نکردن، حالا ثبت میشه ولی رو اسکوربورد هنوز ثبت نشده. ببینید ریستوشک میخواد نظرش میده که دو امتیاز نداشته. ببینید که چه رأی رو خواهد داد ریستوشک. قاضی و داور وسط چهار امتیاز رو دادن. ریستوشک صحبت میکنه، اگر متقاعد شدن میتونه رأی رو دو امتیازیش کنن. حالا ببینید که 4-2. ببینید که داور وسط و قاضی حالا دو امتیاز میدن و مربی تهران اعتراض میکنه، تقاضای چالش میکنه تا اینکه آقای مزدک گیتی، آقای بهارلو و آقای لادمرد فیلمو بازبینی کنم و بعد از فیلم رأی خودشونو اعلام کنم. داور وسط قاضی چهار امتیاز رو دادن، ریستوشک نظرش اینچنین نبود. حالا ببینیم که اعتجوری چه رأی رو خواهند داد. فعلا تابلو امضا داد 9-4 هست. حرکت اثر با هم ببینیم. اینجا فن کمر زد بین رو کمر رو گرفت خاکم کرده بود، دو امتیاز داشت، اما اینجا سالتو زد. ببینیم این 4 باید داشته باشه طبق مقررات، چون حریف از بالا روی کف دست تا بوند. قدیم روی کف دست دو امتیازی بود، اما حالا دیگه این 4 امتیازی هست طبق مقررات. ببینیم که چه رأی رو خواهند داد. نتیجه جوری بله 4 امتیاز میدن خدمتتون عرض کردم. بر رأی داور وسط و قاضی درست بود، رئیس و شک در به حال اونا رو خواست، به اونا صحبت کرد، معمولا به حرف رئیس و شک میکنن، اما اگه قاطعانه بگن آقا نه نظرمون 4 امتیازی هست هر دوشون، میتونستون 4 امتیاز تثبیت بشه. اما ادی جوری حالا رأی رئیس و شک رو نقض میکنه و بیرزیم به ادامه کار. دنباره پیچ کمر هست، 9-6 میشه کاشی، 15 امتیاز در بدر شده. میره باید تون در، یه تون در 4 امتیاز، یه تون در 4 امتیاز میگیره. چه کشتی میگیره غلامپور، همه یه کشتی میگیره. یه فرنگکار تمام عیار هست، نامو رو به خاطر بسپارید. در آینده قول میدم که یه کشتیگیر توانمند و برای ایران عزیز افتخار فنی خواهد کرد. فنی کشتی میگیره، جسور و بیباک کنون خودشو میزنه، تندرهای خودشو چقدر عالی اجرا میکنه. حالا سالتو بارانداز کنده فرنگی و تمام فنون فرنگی رو به اجرا میره. برای کنانداز یک بار دیگه حالا حریف رو با یه استار تا درش به هم میزنه، سرگردان مهار میکنه. ناصری پور هم یک کشگیر فنی هست، یه یورش کمرگیری خاک، دو امتیاز برای و دو امتیاز رو تمام میکنه کار تمام، موفق میشه با امتیاز عالی مقام سوم از آن خودش کنه. مربی تهران اعتراض میکنه، تا فیلم بازبینی کنن. نقاط بعد ببینیم که فیلم باید بازبینی میشه، اما دو امتیاز داشت. مربیش دیگه چیز رو دست نمیده، چیز رو دست نمیده، به این خاطر که دقاضی چنلچی میکنه. حالا یا میشه 16-6 یا اگر اون دو امتیاز ندن 13-6 کشی ادامه پیدا خواهد کرد. ببینیم هیئت جوری، یعنی آقای مزدک گیتی سرپرست فنی مسابقات و هیئت جوری و در کنار آقای بله دو امتیاز تایید میشه و یک امتیاز دیگه میدن و میشه 16-6. خیلی هم نرس کردم دیگه، کشی تموم شده بود، چیزی را دست نمیداد کشی گیرش و به این خاطر
استلان تیر مفت و گنجش مفت بود. حالا یه تقاضای چالش چی میکنه یه امتیاز بریفش میدم، اما کشی تموم شده بود. وقت بعد حرکت هایسته این فیلم با هم ببینیم چقدر فن زده شد. این دوندری که ابتدای کار زد حسن عباشید میگیم همکارم در واحد سیار و کارگران محترم برنامه تهیه کننده برنامه جناب بهدانی تصویردانان صدا بردانان یه خسن از پخش شبکه ورزش اینجا یه کم اصلا به این شکل یه کمرگیری میکنه و اینجا توندر رو اجرا میکنه. این هم سالتوی که زد، این سالتو که در مایه مشکی سقا اینجا فرود آورد که امتیازی ندادن داوران، این در مایه مشکی سقا فرود آورد که نه مایه امتیازی ندادن، اما اینجا کنده فرنگی کشید و چهار امتیازی زد، یه چهار امتیازی. یعنی اینجا بود که کنده فرنگی رو، اینجا همون حالتی که در مایه مشکی سقا است که امتیاز نداشت، بعد از اون کنده فرنگی رو اینجا کنده فرنگی رو بالا آورد که اگر فرصت باشه بله اینجا این کنده فرنگی دو امتیازی بود، یک کنده فرنگی هم لیفت کرد و چهار امتیازی زد، یه چهار امتیازی. بله یک بار دیگه از زوایای مختلف هم میبینیم و تشکر میکنیم از کارگردان محترم برنامه و همکارانم که همه این کنده فرنگی چقدر زیبا تکنیکی و فینال وزن 55 کیلو که این دو کشتیگیر کشتیگیرها رو بردن. یعنی ببینیم که حالا کشتیگیر کشورمون کشتیگیر فارس یکی از این دو کشتیگیر باخته. ببینید اینا چقدر تلاش کردن توانمند بودن که تونستن کشتیگیر رو شکست بدن. میپذیم به ادامه کار محمد حاجیوند و علی احمدی وفا. علی احمدی وفا هر دو کشتیگیر سهمیه خوزستان هستن. علی احمدی وفا باند قرمز مبارزه میکنه، کشتیگیری در مسابقات جهانی نوجوانان جهان در ایتالیا موفق شد مدال طلا بگیره، قهرمان نوجوانان جهان شده، اولین سالی است که اومده به مقطع سنی جوانان. باستم در سرشاخ موجود از سیگه سر اختیار میگیره و سعی میکنه شرطه برای فنون خودش مایا کنه. به دنبال کار کردن دستا در تلاش است تا اینکه بتونه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. احمدی وفا هر دو با گاردی بسته کار دنبال میکنه. تقاضا اخطار برای باند آبی در خاک پات بشینه. کشی یک پسه به نفع علی احمدی وفا. به دنبال برانداز هست، هده برانداز رو به اجرا بذاره. به دنبال برانداز، یه برانداز اجرا میکنه و نشون میده که بی جهت نبوده، قهرمان نوجوانان جهان شده. به یک بار دیگه به دنبال برانداز، به دنبال برانداز دوباره صدقه رضا ستوده. این در زاویه دید مناسب کشتی رو سرپا میده، شالا 3-0 میشه. یه بار انداز بلاخره با سه ماجر و سرسختی اجرا کرد. همچه کشتی 3-0 به نفع علی احمدی وفا از خوزستان، سهمی خوزستان. چون نوجوانان جان قهرمان شده تونسته در این مسابقات شرکت کنه، سهمی خوزستان به دو کشتی از سهمی خوزستان به فینال راه پیدا کردند. خوزستان در مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان با اقتدار قهرمان شد. باستم در سرشاخ سعی داره که مایلو دستی دست رو در اختیار بگیره. یک پاس دیگه قوس میکنه علی به خودشو، سعی میکنه با قوس کردن از اون امتیاز بگیره. عملی وفا علی احمدی وفا به دنبال دو دست یک دست هست، این کار به اون نمیده، مشه دستو گروه گرفتن وقتی سیستم استراد فرا میده.
میرن از مربیان خودشون، میرن از مربیان خودشون. در این فاصله هم که استراحت میکنم و مربیان نکات لازم رو به کشگیرانشون تذکر میدن، خدمتتون عرض کنم که آقای محمد بنا در کشتی فرنگی و آقای پژمان درستکار در کشتی آزاد بهترین مربیان آسیا معرفی شدن از طرف اتحادیه جهانی کشتی و شورای هماهنگی شورای ورش آسیا. رحمان عموزادم که دوستان کشتی در جهان هستن به عنوان ستاره جوان کشتی جهان از طرف اتحادیه جهانی کشتی معرفی شد. دلاور مازندران نیما کشتی که جسور و بیباک و جنگنده هست، پرتلاش و مهاجم و به درستی انتخاب به نظر من انجام شد. میپذیم به وقت دوم، جایی که احمدی های دو دستی دست در اختیار گرفته، یه لحظه قبل هم خیمه رو گرفته بود تا اینکه بتونه شرط برای فنون خودش در مای فیتو اجرا کنه که سرگردن رو در میاره. محمد حاجیوند او هم همستانی هستن با هم دیگه، به دنبال خوزستانی واقعا در کاشی فرنگی توانمندی های بالایی دارن. عرض اختار برای دو بنده قرمز، برای احمدی یک امتیاز، برای دو بنده آبی حاجیوند با در خاک بشین. حالا علی احمدی وفا ستوده به اون میگی که کاملا تقو مقرد بشینه. آقای محمد مسلحی پورم نماینده اتحادیه جهانی کشتی و مدرس اتحادیه جهانی کشتی در مسابقات قهرمانی اروپا، یه تورنمنت نیست، قهرمان اروپا واقعا سنگین، یعنی نسبت به همه قاره مسابقاتش سنگین تر هست. محمد مسلحی پور رئیس کمیسیون داوران کشورمون که یه افتخاره برای جامعه داوری. میپذیریم به ادامه کار. حالا به دنبال برانداز از سمت چپ و راست لیفت میکنه بالا میره، یه لحظه پار درگیر کرد، حالا تقاضا اختار میکنه داور برای احمدی. درست اینجا فرصت رو میده، فرصت رو میده تا اینکه فن رو بزنه. خب اختار و دو امتیاز، اونجا اجازه میدن تا فن رو بزنه، آوانتاژ میده. اگه فن رو بزنه اون اختار و دو امتیاز میدن، یک امتیاز اون رو ساختمان اندازشون بهش میدن، اما نتونست بزنه و ادامه کار، چون خطا در خاک اتفاق افتاده، ادامه کارم در خاک باید پیگیری بشه. ادامه کار در خاک به دنبال باسم بارانداز هست، سعیدین بارانداز رو اجرا بذاره. محمد حاجیوند به دنبال بارانداز بیشه رو سینه هش رو به هم میزنه، هنوز نتونست اجرا کنه که رو میکنه خاک میکنه و یک امتیاز هم الان احمدی میگیره از حریف خودش. کشی حالا 4-3 میشه، هنوز امتیاز رو ندادن. اینجا یک ساتو برانداز 4 امتیاز، داور وسط 4 امتیاز میده، قاضی 2 امتیاز و 4 امتیاز تأیید میشه. از بالا زد و 4 امتیاز درست بود، چون خاک نکرده بود یک امتیاز رو ندادم و درست هم بود، اما 4 امتیازش درست بود، به درستی داده شد و حالا کاشی 7-3 میشه. جوانان ما فنی تکنیکی آماده با انگیزه هستند. ما در مسابقات 2017 در فنلاند تیم جوانان ما قهرمان جهان شد، 2018 هم در اسلوواکی قهرمان جهان شدیم، 2022 هم در ایتالیا قهرمان جوانان جهان شدیم. در صوفیه بلغارستان ما اونجا قهرمان جوانان جهان شد. تیما با سرمربیگری حمید وافا که شم مربیگری داره و یه مربی توانمند هست، میزنن دوی کتفان هم دیگه دو کشتیگی. در 6 سال گذشته 3 بار نایب قهرمان شدیم، 3 بارم قهرمان شدیم. جوانان ما، این جوانانی که میبینین اینقدر جسور و بیباک و جنگنده و تکنیکی مبارزه میکنن. رقابت ها در سالن شهدای 7 تیر، سالونی که شناسنامه کشتی است، برگزار میشه در پارک شهر مرکز شهر، پارک شهر تهران. میزن زیر کتفان هم دیگه دو کشتیگیر و سعی میکنه شرطه برای احمدی فنون بالا مهیا کنه. 17 ثانیه وقت باقی مونده. احمد حاجیوند تلاش خودشو بیشتر و بیشتر میکنه تا اینکه شاید بتونه چند امتیاز عقب افتاده خودشو جبران کنه، یه سازی بغل، اما نمیتونه دستان احمدی عبور کنه.
وقت کاشی به اتمام میرسه. مربیش هم آیه پویا بوویری، مربی احمدی، حالا از جای رو مورد تشریق قرار میده. ما همین مربی ها رو تصمانه اسمشون نمیدونیم، جوان هستن و اسامی ما نداریم، خیلی دوست داریم اسامیشون رو بگیم. حالا بعضی ها رو فاصله همونم خیلی دور هست با مربیان، سالون هم به مقدار این قسمت ها تاریک هست به خاطر نور پردازی. از این نظرم عذرخواهی میکنیم در بعد حرکت اثر ما هم ببینیم. این باراندوز که اجرا کرد و باراندوز بعدی حرکت اثر با هم میبینیم. نقاط بعد دیدار رده بندی زمین که حرکت اثر میبینیم با هم دیگه. به این شکل باراندوز ها اجرا میکنه احمدی. نقاط بعد رده بندی طاهری از فارس و طاهری از خوزستان و کمالی از فارس. 63 کیلو این حرکت اینجا پارو درگیر کرد که چون پارو درگیر کرده بود امتیازی بهش ندادن، دو امتیاز هم بهره بشتن و یک اخطار به او دادند. درزیم به نقاط بعد داوره وسط بدن دو کاشگی رو بررسی میکنه. طاهری خودستان و کمالی از فارس با دومده قرمز دستش آخ دو کاشگی روی دستان هم دیگه کار میکنه که بدونن شرطه برای فنون خودشو معیا کنه. داوره وسط هم شماره نداره که ما نامشو بگیم، حالا از همکارم تقاضا میکنیم اگر امکان داشته باشه بتونیم نام داوره وسط هم خدمت شما از آن بگیم. بالاخره داوران زحمت میکشن. حالا آقای بالی تبار این مبارزه رو داور مازندرانی قضاوت میکنن. یاوش هم مثل بله سالار بالی تبار داور مازندرانی داور در جسه بیرومنالی. یاوش هم مثل عادل بالی تبار هست و احتمالا برادر پسرموش هست. میازیم به ادامه کارگیر لحظه کمرگیری میدونی که خاک کنه هر به خودشو کمال رو مهار میکنه بولن میشه از جای خودش. یک بار دیگه کمالیه که ما این فیتور در اختیار گرفتنی که بتونه فیتور رو به اجرا بذاره. اینجا فیتور رو به اجرا میذاره که خودش یه لحظه در کمند حریف اسیر میشه و دماره کمالگیری هست. تقضی اختیار میشه برای باند قرمه سوسط داور وسط های بالی تبار و مورد موافقت قرار میگیره و در خاک پشینه. یک امتیاز برای طاهری از خوزستان در نظر میگیرن. کمالی حالا با در خاک پشینه. دیدار رده بندی وزن 63 کیلو از مسابقات قهرمانی کشور برای اول انتخابی تیم ملی رو در مقطع سنی جوانان شما از آن مشاهده میفرمایید. پزشکی مسابقات میاد تو مداوا کنه کمالی رو. وقت مداوا هم 4 دقیقه هست که با نظر داور پزشکی میتونی به وسط تو شک و کشکیری که مصدوم شده رو مداوا کنه. خدمت دوستان کشی عرض کنیم سالانه شهدا هفتم تیر به طور بسیار استاندارد و زیبایی بازسازی شده و نورپردازی بسیار خوب. تشکر میکنم از فدراسیون کشتی که یه جای بسیار خوبی هم برای گزارشگر در نظر گرفتن که دیگه سر صدا و همهمه نباشه و اون تمرکز داشته باشه گزارشگر. همچنین آقای قاسم علی عسکری و افرادی که تلاش کردن تا اینکه این سالون به نوع شایسته و ایدئالی بازسازی بشه. میره برای باننداز میشه رو سینه‌اش فشار زیادی رو وارد میکنه به کمر کمالی. کمالی چه استقامتی میکنه. داور امتیاز نمیده. قاضی
دو امتیاز در نظر میگیره، سوی تعیین میکنه، کشی سه میشه. حالا یک بار دیگه به دنبال بالانداز هست، به کار بمونه میده. اینجا بالاخره با سماجت و سستختی سعی میکنه به تابون حریف ها یه بدلکاری از کمالی مردی میپیچن و یک دو امتیاز دیگه هم میگیره، یه دو امتیاز، و اینجا بالاخره از این خطر راهایی پیدا میکنه. میرفت اینکه با بدلکاری دستانمایی اوجبند داره مکس و تعلیل بیش از حد دوار اصد کاشی رو سرپا میده. تا حدود ساعت 8 شب یعنی 2 ساعت به کاشی اختصاص داده شده. تشکر میکنیم از مدیران محترم شبکه ورزش که همیشه نگاه مثبتی به کاشی داشتن و زمانهای بسیار خوبی رو برای کاشی در نظر گرفتن. و این جوانان هم که باید دیده بشن، این جوانان هم که بایستی کاشی هاشون پخش بشه. بیشتر از مردانی که بارها کشتی هاشون پخش میشه دیگه انگیزه هاشون کم شده، اما اینها دیگه میتونه یک پخش تلویزیونی براشون سکوی پرش باشه. توجه به جوانان ما میتونه در همه ابعاد برای اطلاع ایران عزیز مفید و ارزشمند باشه. آقای حسن رنگدرز در کنار حمید بافق، آقای محمد بوبری، آقای مجید رمضانی، علی محمدی کاملا کشتی ها رو از کمیته فنی کشتی ها رو زیر نظر دارند. به دوباره دو دست یک دست وقتی سیستان استراد فرا میرسه. این از مربیان خودشون کار قشنگ همکارانم در دو قاب مربیان مشاهده میفرمایید، مربیانی که هفته ها و ماه ها و سال ها زحمت بیکشن تا کشتیگیرشون بیان و اینجا نتیجه بگیرند. روزای 28، 29 و 30 همین ماه یعنی دی ماه در همین سال مسابقه قهرمانی کشور در رشته آزاد برگزار خواهد شد. به جز مدالدارهای مسابقات جهانی همه کشتیگیر را باید حضور پیدا کنند. به جز مدالدارهای مسابقات جهانی سربستان همه حضور دارند. مسابقه جذاب دیدنی خواهد بود. بازم در سرشاخ سعی میکنه شرط برای خون خودش مهیا کنه. یک بار دیگه در تلاش هستن که بتونه تمرگیر خودش رو به اجرا بذاره، کار به اون نمیده. تقاضا اخطار برای دو بنده، برای باند آبی، دو بندش که تلفیق از آبی و قرمز هست اما باندش آبی هست. طاهری از خودستان در خاک میشینه. زمانی که اخطار دادن به کمالی خوب بارانداز زد. کمالی هم بدن نرمی داشت اما بالاخره بارانداز زد. حالا ببینیم که چه خواهد کرد. آیا میتونه کمالی کشگیر فارس سالتو بارانداز ها رو به اجرا بذاره یا نه؟ یه لحظه میره سالتو بارانداز نشون داره میره سمت چپ، بارانداز بزن چپ راست، بالاخره از راست اجرا میکنه، چپانشون راست زد. حالا از سمت مخالف یه بارانداز دیگه هم اجرا میکنه، دو بارانداز پی در پی موفق میشه به اجرا بذاره و چهار امتیاز بگیره از حریف خود و کشی را 9-5 میکنه. های بالی تبار کشی رو سرپا میده 9-5. همه تا اینجا خوب کشی گرفتن، واقعا جذاب و تکنیکی، مهاجم و جسور و بیباک. از نایه دهان احساس ناراحتی میکنه کمالی، کشتیگیر فارس محمد کمالی، و پزشک باید بیاد اونو مداوا کنه. پزشک مسابقات بلافاصله میاد و کشتیگیر مصدوم مورد مداوا قرار میده. واقعا تا این لحظه که 4 کشتی برگزار شده همه کشتی ها جذاب و دیدنی بوده، همه کار کردن و پرتلاش ظاهر شدند. بالی تبار داوری مبارزه کاملا نظارت داره به کار پزشک، بعد به کشتیگیر خودش میگه که سریع تر بیاد و کار واسه داور پیگیری میشه. 9-5 تا این لحظه منافع کمالی از فارس، محمد کمالی. 1:47 وقت باقی مونده. دیدار رده بندی وزن 63 کیلو رو شما از آن مشاهده می فرمایید.
بازم در سرشاخ سعی میکنه شرایط رو برای فنون خودش مهیا کنه. بازم یک بار دیگه در تلاش هست اینکه بتونه شرایط برای کمرگیری خودش مهیا کنه. تاهیدی از فاس یه کمرگیری از همینجا سعی میکنه خاک کنه. اینجا یه لحظه یه سوبله 4 امتیاز برای کمالی در نظر گرفته میشه، در حالی که میرفت خاک بشه یه سوبلت اجرا میکنه 4 امتیاز میگیره. حالا قاضی برای دو بنده آبی میده 4 امتیاز، در صورتی که فن و دو بنده برای قرمز ببینیم که قرمز فن رو زد، کمالی فن رو زد، کمرگیری کرد اما سوبلت رو دو بنده قرمز زد. حالا اگه درکت آیسته ببینیم و اینجا بله فنو دقیقا مشخص بود. یک بار دیگه از این زاویه دیگه ببینید، اینجا وقتی که می اومد خاک بشه دستوگیر از سمت مخالف مجری فن هست کمالی. آقای چمیانی اگر اشتباه نکنم چون فاصلش خیلی زیاد هست قسمت اونم نورش هم کم هست، آقای چمیانی، محمد علی چمیانی، بله آقای چمیانی چه یکی از مربیان سازنده و زحمتکش استان فارس هست. تقاضای چنه چی میکنه به خوبی به این شکل ببینین. بله فنو کشیر کمالی میزنه به این شکل ببینین، به این شکل فنو داره اجرا میکنه و 4 امتیاز باید به او بدن. مشاهده کرد درسته کمرگیری کرده بود باند آبی اما تو همون حالت سوبلوس و زد. آقای چمیانی هم که مربیانه سازنده و با تجربه هست به موقع بلافاصله تقاضای چالش کرد. پزشکی مسابقات میاد و کمالی رو مداوا میکنه. ببینیم که خب امتیاز رو ندادن هیئت جوری و اعتراضشون آقای کمالی مورد قبول واقع نشد. زمین که شما عزیزان هم مشاهده کردید اما همه باید به رأی داوران احترام بذارید. نیازیم به ادامه کار. 10-9 10-9 به نفع طاهری. تقاضای اخطار میشه برای دو بنده آبی. بنده آبی بازم سعی میکنه کمالی فنون خودش رو به اجرا بذاره. یک بار دیگه سعی میکنه کمرگیر رو به قوس میکنه حریف خودشو. یک بار دیگه میزن زیر کتفان حریف خودش. 20 ثانیه فرصت داره. مرتب کمالی حمله میکنه، سرگردن مهار میکنه طاهری، هیچ کار به اون نمیده. 19 امتیاز رد و بدل شده در این کشتی. بازم سعی میکنه کمرگیر خودشو به اجرا بذاره کمالی اما کاملا کشتی رو بسته طاهری و راه نمیده به حریف خودش. میشنه برای کولانداز وقت به اتمام میرسه. 9-10 در یه دیدار حساس و نفسگیر موفق میشه حریف خودش رو شکست بده کمالی و طاهری هم ناراحت هست اما بایش جوان هستن در ابتدای راه سعی سعد داشته باشن و اگر هم بعضی مواقع پیش میاد داور اشتباه کنه و در همه مسابقات اشتباه ناپذیره باید بخشی از کشتی هست. تلاش خودش کرد کمالی بکرد هستر با هم ببینیم. اینجا بندی میپیچن و اینم پیتو که زد خودش در کمند حریف اسیر شد و اینجا یه لحظه حرکت دستا رو با هم میبینیم. 19 امتیاز زده بدر شد. دو کاشتیگیر واقعا فن زدن، هر دو تکنیکی و جسور و بیباک بودن. این هم بار اندازهایی که زد. یک بار دیگه ببینیم چقدر بدن نرمی داره. اینجا هم صدش بار اندازه به اجرا بذاره که ناموفق بودن، نتونست نتیجه ای بگیره. دیدار رده بندی بعد
در وزن 63 کیلو دوم میلاده بندی و بعد از اون فینال. مرزه مشنان گیلان و مازندران در مقابل همدیگه قرار میگیرن. گیلان و مازندران کشکنانشون در مقابل همدیگه قرار میگیره. بازم در سرشاخ سعدیان شرطه برای کمنگیری خودش محیا. به دنباله کمنگیری داور وسط آقای بیژن روزبهانی از همدان این مبارزه رو قضاوت میکنند. داور تذکر میگه که به دو کشتیگیر کار کنند و فن اجرا کنند. دومین رده بندی وزن 63 کیلو شما از آن مشاهده میفرمایید. فرید مقدم و سید مصطفی رضایی. رضایی از مازندران. مصطفی رضایی از مازندران با باند قرمز و حریفش سیرتی مقدم. سیرتی مقدم از گیلان، دو استان شمالی کشورمون و همسایه هم دیگه هم هستن. بیازیم بیم یک بار دیگه. بله تقاضای اختار برای دو بنده قرمز. امتیاز فنی برای مقدم. سیرتی مقدم حالا باید در خاک پشینه. در خاک باید بشینه و روزبانی تذکر میده که با دست رو لمس کنه و بعد از اون فنو به اجرا بذاره. پدامارا برانداز حالا تبدیل میکنه به سالتو برانداز. سعید سال تبدیل کنه سالتو برانداز و اینجا یه مقدار دستش میره سمت پا که دیگه این حالت داور دو امتیاز میده. قاضی امتیازی نمیده. رسوکم نمیده و چون دست سر خورده بود سمت پا دیگه به همین خاطر بود که قاضی و رئیس تشک به درستی امتیازی ندادند. رأی داور وسط تایید نکردن. دو رأی از سه رأی مورد تایید است و تصویب میشه. در اختارها و ضربه فنی حتما با رئیس تشک هم نظر بدید. یعنی با نظر رئیس تشک. یعنی دو رأی هم اینجا کارایی نداره. میره به تندر. یه تندر. چهار امتیاز. برگو با تندر رو به اجرا میذاره. سیرتی مقدم از گیلان روی حمله حریف. چه تندری زد. چقدر فنیان این جوان ها. عالی کشتی میگیرن. جسور بیباگ نترس آماده و به دنبال گرفتن سرگردن. یک بار دیگه در تلاش هستن که بتونه شرایط برای کمرگیری خودش مهیا کنه. بازم در تلاش هستن که کمرگیری رو به اجرا بذاره. ما دو دست یک دست در اختیارش در مایه دو دست یک دست هایی داره کمرگیری کنه که وقتی سیستان استرات فرا میرسن. از چکا چی 5-0 به نفع سیرتی مقدم. آقای قاسم عسکری علی عسکری به من اشاره کردن که بعد از این کشتی فینال 63 کیلوست. بعد از اون فینال ها رو میریم چون که بتونیم همه فینال ها در خدمتتون باشیم. بعد رده بندی ها رو میریم. تشکر میکنیم از همکاری جناب قاسم علی عسکری و برگزار کنندگان که واقعا با ما همراه هستن تو اینکه کشتی های بهتر برای شما از آن پخش بشه. وقت دوم و مبارزه دوم سیرتی مقدم و رضایی با سوی داور وسط روزبانی پیگیری میشه. یه تندر زد سیرتی مقدم و موفق شد از حریف خودش 4 امتیاز بگیره. همون 4 امتیاز بسیار ارزشمند بود.
بازم در سرشاخ سعی میکنه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. بازم به دنبال کاکن دستای یک بار دیگه مایه فن کمر رو در اختیار داره. سیرتی مقدم از گیلان مایه سردش مایه فن کمر رو به دست بیاره که دست رو رد میکنه. رضایی از مازندران ویژه کار بو نمیده. دوباره وسط هم تذکر میده یک کار کنه. میشه من کمرگیر یک بار دیگه رضایی از مازندران. اما باید مواظب به تندرهای حریف باشه. یه بار رو همین حالا تندر شد را میره برای پیچ کمر موفقه. زیر کارمون نمیره. یه مقدار بدنش فاصله داره و به همین خاطر نمیتونه فن رو اجرا کنه. بازم در سرشاخ سعی میکنه رضایی تلاش خودش بیشتر و بیشتر کنه. یک دقیقه و 20 ثانیه وقت باقی مونده. میتونن اختیار بدن. میشه برای کمرگیری. بله به دو بندی آبی دیگه در وقت دوم اختیارها رو باید معمولا وقت اختیار اول رو در وقت اول به دو بندی قرمز میدن. در وقت دوم اختیار رو به دو بندی آبی میدن. تو دنیا یه جوره عرف شده با یه مقدار تلاش که تلاش خودشو بیشتر و بیشتر میکنه. اما بله اینجا اختار به دومنده آبی دو امتیاز برای رضایی از مازندران در نظر گرفته میشه. مربی مازندران اگه اشتباه نکنم آقای فراد اسماعیل نژاد هست که فاصله شون خیلی زیاده با ما. زمین که نور اونجا هم کم هست ولی آقای فراد اسماعیل نژاد مربی سازنده شیش کسفت که موقع زمان مربی خود آقای رنگ رز بوده. خیلی از کشگیران مازندران از شاگردان ایشون بودن و از کنار توشک کشگیر خودش رضایی رو کوچ میکنه. نکات لازم میگه و اعتراض داره که چرا اختار نمیدم. میشه برای کمرگیری یک بار دیگه که با دستان سیرتی مقدم برخورد میکنه. حالا اینجا تقاضای اختار و دو امتیاز. اختار و دو امتیاز برای که سر میزنه. حالا چهار ببینیم برای دو این دو امتیازی که ندن دو امتیاز حالا میدن به اون و کاشی حالا پنج بر دو میشه. سعی میکنه که پای رو بچه ازش خارج کنه. 29 ثانیه باید موازه به تندره و باشه. از حتم اونجا یه لحظه کناره دوشک این سیرت مقدم چقدر خوب کاشی میگیره و هم خوب فن میزنه هم به خوبی خالی میکنه و حریف و اتوشک خارج میکنه. کنار دوشک کشی گرفتن فن و بند خودشو داره و حساب کتاب خودشو داره. از روی توشکی دیگه هم کشیران سنگنت پرت میشن دوشکی بی که در تصویر دیده نشد. لحظه به در اینجا لحظه وقت به اتمام میرسه. سیرتی مقدم موفق میشه از گیلان برنج پنج بر دو حریف خودشو شکست بده. پنج بر دو موفق میشه مدار برونز از آن خودش بکنه. آقای فراد اسماعیل نژاد هم یکی از مربیان پیشکسوت سازنده و قدیمی مازندران هم ناراحت از باخت کشتیگیرش. اما کشتیش دیگه بالاخره دو نفر که میان دو تشک یکی میبره یکی میبازه. کشتیگیر مربی باید با تمام زوایای این جرات قشنگ تونده رو زد و موفق شد چهار امتیاز بگیره که همین چهار امتیاز بازی بیرون شد. خیلی رو حمله حریف تونده رو زیبایی زد. روی هول دادن بهتر میتونه کشتیگیر فن رو به اجرا بده. رضا قیتاسی محسن نژاد دو کشتیگیر خوزستانی محسن نژاد و قیتاسی برای فینال وزن 63 کیلو. بعد از اون هم فینال های اوزان بعد یعنی سه فینال دیگه هم بعد از این کشتی برگزار میشه بعد رده بندی ها. البته ما تا ساعت افتخار داریم تا حدود ساعت 8 شب
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. بازم در بله فینال وزن 63 کیلو شما عزیزان مشاهده میفرمایید. رضا قیتاسی از خوزستان در مقابل احمد رضا محسن نژاد، دو خوزستانی در مقابل همدیگه قرار گرفتن. قیتاسی علندی مشک و محسن نژاد اهل بهبهان هست. آقای دهملایی هم مربیش هست که در جایگاه کوچ نیست از در طرفی هم آقای قیتاسی. سیامک قیتاسی کوچگیران خودشون رو کوچی میکنن، نکات لازم میگن. فینال وزن 63 کیلو شما از آن مشاهده میفرمایید. بعدش هم مهدی محسن نژاد نایب قهرمان امیدهای جهان و آسیا. دو کشتیگیر خوزستانی و کشتی همدیگه کاملا آشنایی دارن و دوبار افتاد آقای سیامک گودرزی از فارس این مبارزه رو قضاوت میکنن. سیامک گودرزی تذکر میده کار کنن به دو کشتیگیر. رو دستان هم دیگه کار میکنن. کشتیگیری که یه مقدار کمتر کار کنه بون دفاع کنه بون اخطار خواهند داد. کشتیگیر مهاجم رو بهش یک امتیاز میدن. حالا محسن نژاد کشتیگیر در مسابقات قهرمانی آسیا در مقطع سنی نوجوانان قهرمان شد و مدال طلا گرفت. حالا اینجا یک امتیاز میگیره. هر بیشتر خاک میشینه. بعد از بزرگترش محسن که دیگه مهدی که دیگه در مسابقات جهانی و مسابقات مختلف کشه بسیار خوبی گرفت. حالا به دنبال اینجا فنه سالتو برانداز حریف بالا میره و از همونجا سعی میکنه برانداز رو به اجرا بده. میکشه سینهش یه لحظه اینجا بالاخره برانداز رو اجرا میکنه و مفهم بشه دو امتیاز بگیره از حریف خودش. یک بار دیگه به دنبال سالتو برانداز هست. حریف لیفت میکنه بالا میره به دنبال برانداز که دو کشگیر از توشک خارج میشه. باسم در سرشاخ در تلاش اصلا اینکه بتونه دو دستی که دستی خودشو به اجرا بزنه. حسن رنگ در سرمربی تیم ملی کشورمون در بزرگ سالان در کنار آقای حمید وافا سرمربی تیم جوانان و همچنین آقای ملک محمد بوویری مربی سازنده ایزهی مجید رمزانی علی محمدی حضور دارن. خدمتتون عرض کردم آقای محمد بنات به عنوان بهترین مربی آسیا از طرف شورای کشی آسیا معرفی شد در کشی فرنگی و آقای پژمان درست کارم در رشته آزاد بهترین مربی، یعنی بهترین مربی فرنگی و آزاد از ایران عزیز در آسیا به عنوان بهترین معرفی شدند. آقای رحمان عموزاد هم ستاره جوان کشی جهان معرفی شده است جانب اتحادیه کشتی و افتخارات ارزشمندی که متعلق به ایران عزیز هست، متعلق به مردم ایران. وقتی سیزن استراد فرا میرسه آقای دهملایی در یک طرف، در طرف دیگه آقای سیامک قیتاسی و دیگر مربی سازنده خوزستان که خوزستان قطب کشتی فرنگی کشور هست. واقعا در اکثر اوضاع می‌بینیم که خوزستانی ها به فینال و رده‌بندی راه پیدا کردند. احمدرضا محسن نژاد 3-0 از حریفش پیش هست. ببینیم که آقای محمد مصالحی پور هم رئیس کمیسیون داوران کشورمون نماینده اتحادیه جهانی کشتی در مسابقات قهرمانی رو پا و مدرس اتحادیه جهانی در اون مسابقات حضور دارن که بسیار ارزشمند است. میپرزیم به وقت دوم فینال وزن 63 کیلو از مسابقات قهرمانی فرنگی کشور و انتخابی تیم ملی که تا این لحظه همه کشی‌ها جذاب و دیدنی بوده. این فینال دوم هست. بعد از این 3 فینال دیگه برگزار میشه. بعد از اون دیدارهای رده‌بندی رو برگزار خواهند کرد. از برگزاران تقاضا کردیم چون ممکنه که وقت
کم بیاریم حداقل فینالا رو بریم، بعد از اون رده بندی ها که موافقت کردن. تشکر میکنیم از همکاری جون. پنج وز اول مسابقات قهرمانی جوانان کشور، مرحله اول انتخاب تیم ملی و اختار داده میشه به محسن نژاد. اختاری که به قیتاسی داده شد، محسن نژاد موفق شد رو برانداز کنه. حالا ببینیم که اون میتونه محسن نژاد برانداز بکنه یا نه. حالا میره حریف رو لیفت کنه بالا بیاره، سعی میکنه حریف توشک بکنه. محسن نژاد میز کارو نمیده. حالا طرف دیگه چپ راست میکنه و حالا بالاخره بالا میاره حریف خودش، میره برای سوبلس. به دنبال سوبلس است، ببینیم سوبلس میزنه و چه امتیازی، دو امتیاز. یه سوبلس دو امتیاز، اگر به پل زده بود چهار امتیازی بود، اما دو امتیاز درست بود و دار وسط داد. رئیس توشک و قاضی هم دو امتیاز دادن، 3-3 برابر و تا این لحظه قیتاسی برنده هست، چرا که امتیاز آخر رو گرفته. 3-3 برابر هستن اما قیتاسی برنده هست. رضا قیتاسی، کشی رندی مشکی تا این لحظه اثری به خودش، در حالی که 3-3 برابر هستند، موفق شده برنده بشه در فینال وزن 63 کیلو. واسه در سرشاخ مای دو دست یک دست رو احمد رضا محسن نژاد، کاشگیر بهوانی خوزستان در مقابل هم استانی خودش که به فینال رسیده، در تلاش است اینکه بتونه فنون خودش رو به اجرا بذاره. حریف هم کار رو نمیده، هر دو هم استانی هستن. ما هم کشتی گرفتم، فن رو بند کشتی هم دیگر رو کاملا میدونن. محسن نژاد بازم حمله میکنه به دنبال داور وسط، آسیا مگه گودرزی داور استان فاس. اینجا میره باید تندر یه لحظه خودش در کمند حریف اسیر میشه، سرپا باید بدن به اعتقاد من. آره داور درست هست، سرپا داده میشه و تو مجری فن بود محسن نژاد، مجری فن بود و در این حالت امتیازی داده نمیشه. یک بار دیگه در تلاش هستن که بتونه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. واسه محسن نژاد حمله میکنه، 40 ثانیه رو زد داره تا اینکه بتونه یک امتیاز بگیره و کاشی بازنده رو برنده بشه. حالا داور به او تذکر میده، آقای گودرزی داور استان فارس، یه ضربه نزنه. واسه در تلاش است با قوس کردن، میره برای کولنداز، خودش خاک میشه اما موجه فن است و واسه داور سرپا میده. 3-3 برابر، 25 ثانیه. آیا میتونه محسن نژاد تو این 25 ثانیه امتیاز بگیره یا نه؟ یک بار دیگه محسن نژادی که در تماشا هستن که بتونه شرط برای کمرگیری خودش مهیا کنه. علی ویزی کارو به اون نمیده. یک بار دیگه میشینه برای کمرگیری، باز هم ناموفقه. کمتر از 10 ثانیه وقت باقی مونده. یک بار دیگه الان میده برای سنجاب پرنده، ناموفقه. ویزی کارو به اون نمیده و در این لحظه وقت به اتمام میرسه و موفق میشه. 3-3 برابر در یک کشتی حساس و نفسگیر. رضا قیتاسی همستانی خودش احمد رضا محسن نژاد رو شکست بده. محسن نژاد هم دود و شک به سختی از جای خودش بلند میشه. داور وسط آیه سیامک گودرزی داور استان فارس، دست قیتاسی رو بنام فرد پیروز بالا میبره. وقت بعد مهدی میری از تهران و استواری امین مرتضی استواری از فارس، حکمت اثر ما هم میبینیم. باراندازی که زد محسن نژاد، این هم سوبلسی کرد و محفظ دو امتیاز بگیر از حریف خودش. همین سوبلس باید شد که دو امتیاز بیه 3-3 برابر بشه و کشیر برنده بشه. این هم سوبلس که زداش محسن نژاد اجرا کنه و موفق بود، نتونست اجرا کنه. کشیران تهران و فارس به فینال راه پیدا کردن. محمد امین استواری از فارس، آقای چمیانی کشیر خودشو روانه میدان میکنه. آقای محمد امین چمیانی آقای حمید پوریافر و هم یکی از مربیان سازنده شهر شیراز دیاری که واقعا
طبق نظرم دو تا المپیکی داشته. آقای میلاد قلاوند این مبارزه رو قضاوت میکنن. آقای میلاد قلاوند اهل خوزستان اروند منطقه اروند و شهر آبادان این مبارزه رو قضاوت میکنن. به سقوطش میدم فینال وزن 72 کیلو شما از آن مشاهده میفرمایید. فینال وزن 72 کیلو و سواری از فارس بادمانده قرمز در مقابل میری از تهران سید محمد مهدی میری از تهران با دوبنده آبی مبارزه میکنه. سرشاخ با کشگی روی دستان هم دیگه کار میکنه. وزن 72 کیلو بعد از اون فینال 82 کیلو رو در خدمتتون خواهیم بود. بعد از اون هم 97 کیلو فینال ها رو برگزار خواهم کرد. بعد از اون وقتی باشه برای ردبندی ها رو میزنم. لازم به ادامه کار تا یک ساعت دیگه افتخار داریم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. رقابت های جوانان قهرمانی کشور و مرحله اول چرخه انتخابی تیم ملی میشه و کمرگیری باستم در به دنبال کمرگیری هست. میری تقاضا اختار میشه برای استواری از فارس. قلامان تقاضا اختار میکنه مورد موافقت رئیس‌جمهور و قاضی قرار میگیره. پزشک مسابقات باید بیاد مورد مداوا کنه. دوباره آبادانی اهل اروند منطقه آزاد اروند که آبادان هم پرمشهر بخشی از منطقه آزاد اروند هستن. دوباره وسط کاملا نظارت داره آقای میلاد قلاوند. خدمتتون عرض کردم که آقای مصلی پور داور کشورمون که رئیس کمیسیون داوران کشورمون هست، داور یزدی ما که علی شریعی هستن، حالا مدرس اتحادیه جهانی در مسابقات قهرمانی اروپا و نماینده اتحادیه جهانی کشتی معرفی شده. تبریک میگیم به جامعه کشتی، جامعه داوری و فدراسیون کشتی که فقط ما اگه میخوام کشتیگیر خوب داشته باشیم که بتونن عناوین ارزشمندی کسب کنن، حتما باید هم مربیان خوبی داشته باشیم هم داوران خوبی. یعنی کشتی بر سه پایه استوار است: کشتیگیر، مربی، داور. داور هم نقش بسزایی داره. داوران ما باید هماهنگ باشن با دنیا تا کشتیگیران وقتی در مسابقات داخلی دارن کشتی میگیرن با قضاوت‌های هماهنگ با دنیا قضاوت بشن. خب وقت پزشکی بود و ما سعی کردیم شما رو در جریان یه سری مطالب قرار بدیم. اختیاری که داده میشه به دنبال اجرا فن میری بر بمانا یه بانانداز اجرا میکنی یه لازم رفت برای بدلکاری استواری از فارس و همین خاطر بودی خیلی راحت بارانداز شد. خیلی راحت بارانداز شد. مربیان قدیم گفتن بارانداز رو دفاع کنین، بدلکاری نکنید. بازم یک بار دیگه در تلاش هست که بتونه فن کمر رو به اجرا بذاره. اینجا کار به اون نمیده. ما دو دست یک دست در اختیار میگیره. باز هم در تلاش هست که امین استواری شرط برای فنون خودش مهیا کنه. دست میده زیر کتف میری. اینجا کار رو نمیده. دستان هم روی دستان هم دیگه دو کشتی کار میکنن. باز هم به هم دیگه راه نمیدن دو کشتی گیر. میشه برای یک بار دیگه کمرگیری که باز هم ناموفقه و نمیتونه نتیجه ای در بر داشته باشه برای میری و استواری. مربیان تهران و فارس از کنار تا شک مرتب کشکیران خودشون راه نمایی میکنند. به دنبال کمرگیری هست یک بار دیگه در تلاش هستون که بتونین کمرگیری خودشو به اجرا بذاره که دو ثانیه بیشتر از وقت باقی نموده. این دو ثانیه به اتمام میرسه و میرن از مربیان خودشون. مربیان فارس در یک طرف، مربیان تهران در طرف دیگه. بله آقای
محمد علی چمیانی رو مشاهده می‌فرمایید که قلاوند هم میاد و میگه که بدن کشتی رو خودتون رو کاملا خوش کنید. نفرفی هم مربیان سازنده تهران آخرین نکات رو میگن. یکی از اون مربیان تهرانی آقای حبیب‌الله اخلاقی که او هم کشتی خودشون روانه میدان میکنه. حبیب‌الله اخلاقی نفر سوم جهان که علی اندیمش کس حالا ساکن تهران هم در جایگاه مربی تهرانی کار کوچ رو انجام میده. آقای چمیانی در طرف دیگه سمت کشتیگیر خودش که اون مداوا میشه و برمیگرده مبارزه خودش استواری سه امتیاز عقب هست. حالا ببینیم که میری چه خواهد کرد. کشتیگیر جوان تهرانی به دنبال کمرگیری است. میزنه روی کتف حریف خودش که بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. باز هم به دنبال خب آقای قلاوند میلاد قلاوند تذکر میده که تغذیه اختیار میکنم برای باند آبی. حالا باز هم میزنه روی کتف حریف خودش میری چون که اختیار بگیر از حریف خودش. حالا میره برای پیچ کمر یک لحظه استواری از فارس. حالا یه لحظه میره که خاک کنه حریف خودش خاک میکنه و موفق بشه دو امتیاز بگیر از حریف خودش. خاک و دو امتیاز امتیاز میگیره و کاشیالا دو سه میشه. سه بر دو به نفع میری. اختلاف این دو کمتر میشه. فینال وزن 72 کیلو شما از آن مشاهده میفرمایید. به دنبال کمرگیری هست. سده کمرگیری خود جا به اجرا بذاره. سرگردان مهار کرده استواری تازه اختار برای باند آبی. یک امتیاز فنی برای باند قرمز. استواری از فارس در خاک میشینه میری. ببینیم که میتونه استواری باندازهای خودشو به اجرا بذاره یا نه. پدرماری کنده فرنگی هست. سعی میکنه کنده فرنگی رو به سبک بدن گرایی به اجرا بذاره. یه لحظه خودش در کمند حریف اسیر میشه. رو میکنه یک امتیاز میگیره. حالا میری و کش حالا 4-3 میشه. از این فرصت طلایی نتونست استفاده کنه. یک امتیاز هم از دست داد. استواری خاک در کشی فرنگی بسیار مهم است. در وسط آقای میلاد قلاوند داور منطقه آزاد اروند شهر آبادان کشی رو سرپا میده. باز هم در سرشاخ روی موچای دست هم دیگه کار میکنن دو کشتیگیر. گاردو کاملا بستن و هم دیگه راه نمیدند. یک بار دیگه ده تلاش هستن که بتونه سرز بقل های خودشو به اجرا بذاره. به دنباله گرفتن سرگردن سعی میکنه شرایط برای فن تندر بهیا کنه. میری ما یه تندر رو در اختیار گرفته اما نشون میده نیازی نداره بزنه. یه فن ریسکی در حالی که یک امتیاز جلو هست یه پول بده دو امتیاز بده یا چهار امتیاز بده اونجا دیگه نمیتونه جبران کنه تو این 30 ثانیه. همین خاطری که استادانه وزیدکانه کشی رو اداره میکنه. استواری هم تلاش خودش رو بیشتر و بیشتر میکنه دیگه بتونه شرایط برای کمرگیری خودش مهیا کنه. کمتر از 16 ثانیه وقت باقی مونده. هر چه رفته استواری رو میره برای سنجاب پرندگی. خب ببینیم که چه 4 امتیاز 2 امتیاز یه 4 تا میگیره میری یک 2 امتیاز هم دست میده 4-2 میشه. بله از بالا به پل میزنه 4 تا میگیره میری درست هست 4 امتیاز بهم چه رأی رو داورم میدن. خب 4 امتیاز رو میری از بالا زد بعد چرخید به پل زد اونو. 4 امتیاز رو میری زد دومنده آبی زد وقتی که رفت برای سنجاب پرنده کمر رو گرفت از بالا به پل زد بعد از اون پایین چرخوندش. حالا فیلم رو هم میبینیم
خودتون هم مشاهده میکنید. ببینیم اینجا رفت برای سنجاب پرنده. ببینید خب به این شکل میری او رو به پر زد، بعد از اون کمان رو گرفت و تابوند. این چیزی که در تصویر دیدم اینجا برای از یه زاویه دیگه ببینیم. خب حریف رو به پول از بالا زد میری، بعد حریف رو تابوند. چیزی که در تصویر دیدم حالا این حتی جوری آقای مزهی گیتی آقای باحالو و آقای چه به این شکل یک بار دیگه بعد این که به این شکل کمر گرفت و خب به پول زد دیگه دو بنده آبی، بعد از اون هم چرخون و دو امتیاز هم دو بنده قرمز. حالا ببینیم که هیئت جوری چه رأی خواهند داد. هیئت جوری چه رأی خواهند داد. فرض این که کمر رفت گرفت مجری میری بود که از بالا عرفو به پر زد با حالا هرچیه هیئت جوری آقای مزهی گیتی آقای بله خدمتتون عرض کردم چهار امتیاز حالا میدم به میری. درست هم از چهار امتیازو میری زد از بالا به پر زد. بله اعتراض چون مورد قبول واقع میشه و حالا با هشت بشه. بله میری باید بشه هشت و یه دو امتیاز هم بوم بدن سهش بشه پنج. بله هشت پنج درسته، یعنی چهار امتیاز برای میری که چهارش شد هشت، دو امتیاز هم برای دو بنده قرمز. دیگه هیئت جوری رأی رو داد، همه باید احترام بذاریم به رأی داوران. یک بار دیگه باسم میره برای سنجاب پرنده. دو ثانیه یک ثانیه وقت تمام میشه، وقت تمام میشه و موفق میشه سید محمد مهدی میری از تهران با نتیجه 8 بر 5 در یک کشی جذاب و دیدنی حریف خودش امین استواری از فارس و شیخ اسب بده. دو کشتیگیر تلاش خودش کردن. 13 بله 13 امتیاز رد و بدل شد. گوینده سانارم اعلام میکنه که روز هفته دیما روز شنبه در ابن بابویه مراسمی مثل همه ساله برگزار میشه از ساعت 9 تا 12 ظهر و علاقمندان به زندیاد آقا تختی میتونن بیان در این مراسم شرکت کنن. ابن بابویه داور وسط آقای میلاد قلمان دست میری رو بنان فرد پیروز بالا میبره. حرکت ها سر ما میبینیم به این شکل براندازی که اجرا میکنه به دنبال برانداز. اینجا میری برانداز رو اجرا میکنه، این اومد بدلکاری کنه وگرنه به این راحتی. اینجا هم رفت برای کنده فرنگی خودش در کمان دری بسته. این هم چند ماه برنده که اینجا برنده زد. اول میری به پول زد از بالا، بعد حریف چرخونش و دو امتیاز هم او گرفت که داوران این رای رو دادند. ما مگر نظری میدیم بعد از اون هر رای که داور بده همه باید قبول کنیم این رای رو. خب میپرزیم به فینال وزن 82 کیلو شیران خوزستان و مازندران. میثم شاکری، یاسین یزدی از مازندران و شاکری از تیم خوزستان در مقابل همدیگه قرار میگیرند. در سرش باسم از سه فینال برگزار شده، فینال چهارم است بعد این فینال 97 تا بعد اون رده بندی ها تا ساعت 8 بعد از ظهر 8 شب. افتخار داریم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. خسته نمیشیم یه همه عوامل و دوستانمون که از صبح تلاش کردن تا اینکه واحدو پنگ کنن تا رقابت ها به طور زنده و مستقیم
به سما نظر شما از اون برسه. همچنین تایید کننده متهم برنامه جناب آقای وحدانی. تناشه زیادی کردن و به همشون خسته نباشیم، یه خسته نباشیم به پخش شبکه ورزش. نزدیم به ادامه کار. خدمتتون عرض کردم روز شنبه 17 دی هم در ابن بابویه مراسمی برای گرامی داشته ابرمرد ورزش ایران زنده آقا تختی برگزار خواهد شد از 9 تا 12 ظهر. دوستان میتونن، اونایی که آقا تختی رو دوست دارن، کشتی رو دوست دارن، پهلوانی رو دوست دارن، بیان و در اون مراسم شرکت کنند. اختار داده دیگه. اختار به شاکری داده میشه، اختار به شاکری و یک امتیاز فنی به یزدی داده میشه. یزدی کشکیر مازندران میره برای سالتو برانداز، حریف رو لیفت میکنه بالا میره به دنبال سالتو برانداز، سمیه سالتو برانداز به اجرا بذاره که خودش در کمند حریف اصیل میشه، دو امتیاز مازندران میگیره. میسم شاکری کشکیر خودستان با یه بدلکاری موفق میشه از حریف خودش امتیاز بگیره. موفق میشه از حریف خودش امتیاز بگیره. این دو امتیاز برمیدن دابن از صدقای مهدی بله ابوالفضل سبزعلی از تهران که یه لحظه ما رو یاد مهدی سبزعلی کشیگیر شهرالهی که قهرمان بازی های سه 1998 شد انداخت. هر جا هست برای مهدی سبزعلی قهرمان اسبق بازی های سه در سنگی وز آرزوی سلامت و سعادت میکنیم. میپردیم به ادامه ای کار. 2-1 2-1 تا این لحظه به نفع میسم شاکری. 37 ثانیه از وقت نخست باقی مونده. اعضای کمیته فنی میبینم که آقای رنگرز و حمید باوفا و آقای ملک محمد بویری، آقای مجید رمضانی، آقای علی محمدی تیزبینانه کشی رو زیر نظر دارند. کشتی ها آینده سازان کشتی ما هستن. این جوانان با استعداد، جسور، بیبا، توانمند. تسرشاخ بله وقتی سیزن استعداد فرام میرسه. این از مربیان خودشون، مربیان مازندران و مربیان خوزستان. آخر نکات به کشگیران خودشون تذکر میدن، اونها رو روانه میدان میکنه. آقای محمدرضا اکبری مربی مازندران و از کنار دوشک آخر نکاتو میگه به کشتیگیر خودش و رو روانه میدان میکنه. میرزیم به ادامه کار. 2-1 فینال وزن 82 کیلو. یک امتیاز پیش از میسم شاکری کشتیگیر خوزستانی. حالا سعی میکنه که کمرگیری خواهد. 2 امتیاز موفق میشه کشتیگیر رو 4-1 میکنه. یه لحظه از اشتباه حریف استفاده بهینه کرد، گاردش باز شد، کمرگیری رو به اجرا گذاشت و موفق شد یه دو امتیاز بگیر از حریف خودش، اختلاف امتیاز خودش رو بیشتر کنه. بازم در سرشاخ قطعه بدنی بالایی داره میسم شاکری و از اشتباهات حریف خوب استفاده میکنه. بازم در میشونه و کمرگیری، حالا یک بار از همونجا به پل میزنه حریف، کمرگیری رو به اجرا گذاشت و موفق میشه با ضربه فنی حریف خودش رو کسب بده. با ضربه فنی میگیم که ضربه فنی میگیرن یا نه، این که چرای داوران خواهند داد. 4 امتیازی میدن، ضربه فنی خارج شده بود حتی شک، یعنی 4 امتیازی گرفت. جالبه کمرگیری کرد از همونجا میسم یاسین یزدی کشکیر مازندران کمرگیری کرد، اما به دنبال دیدیم که شاکری چگونه حریف از بالا به پل زد و حالا آقای سبزعلی
تذکر میده به آقای سبزعلی، ابوالفضل سبزعلی مربی داور تهرانی، تذکر میده که سرگردن رو با شکلی بگیرین که جلو گلو رو نگیر. الان میره برای فیتو، به دنبال فیتو از یاسین یزدی، تقاضا اخطار برای دومنده آبی، دو امتیاز فنی برای دومنده قرمز که مورد موافقت قاضی و دیسوزی قرار نمیگیره. باز هم یه قوس و میره برای فیتو، صدر فیتو رو به اجرا بذاره یاسین یزدی. حالا تبدیل میکنه به فیتو، از همونجا خودش در کمند حریف اسیر میشه و قدرت بدنی بالایی داره میثم شاکری و روی فنون حریف بدل کاری کرده، اینجا موفق بشه با ضربه فنی حریف رو شکست بده. با ضربه فنی میثم شاکری کشیر پرقدرت خوزستانی حریف خودش رو ضربه فنی کنه. آقای اکبری، از اکبری مربی مازندران ناراحت از باخت کشتیگیرش، میگه فنار تو زدی، امتیاز رو حریف گرفت. چقدر جوش میزنه. داور وسط آقای سبزعلی دست میثم شاکری مونم فرد پیروز بالا میبره. آخرین فینال وزن 97 کیلو حبیب زاری از خوزستان در مقابل امیرضا اکبری، از امیرضا اکبری زمین که حرکت تو اثر رو با هم میبینیم. اکبری از مازندران با دو بنده آبی در مقابل زاره از خوزستان با دو بنده قرمز. فینال وزن 97 کیلو امیرضا اکبری با دو بنده آبی از مازندران در مقابل زاره از خوزستان با دو بنده قرمز مبارزه میکنند. امیرضا اکبری در مسابقات آسیایی مدال برنز گرفت در بحرین و مربیشم امیرضا اکبری که نایب قهرمان نوجوانان جهان شده سال 2008 و مربیان زحمتکش و سازنده مازندران در مقطع سنی جوانان. پسرموش هم هست، مربیش هم از کنار دو جای دیگه نکات لازم میگه و فشار روانی زیادی رو متحمل میشه. بازم در سرشاخ سعی میکنه شرط برای خون خودش مهیا کنه، تقاضا اخطار میشه برای دو بنده آبی. داور وسط آقای مرتضی زورمند این مبارزه رو قضاوت میکنه. داور استان البرز شهر کرج تقاضا اخطار برای اکبری از مازندران، میگه امتیاز فنی برای زاره. شایان حبیب زاره که با دفعه حریف در اختیار بگیره. از 97 کیلو آخرین فینال رو می‌بینیم. بعد از اون رده‌بندی ها رو در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 8 شب. وقت اولمون 7:30 بود که یه ساعت نیم ساعت دیگه اضافه کردم وقت پخش محترم شبکه ورزش. تشکر می‌کنم ازشون. میره برای برنده آزی، برنده آزی جوان بکنه من محفظ بشه دو امتیاد بگیره از حریف خودش. بکشی 3-0. یک بار دیگه تلاش از اون که هر رو لیفت کنه بالا بیاره. خدمان رو برانداز میکشه روشی نشیه لحظه با بدلکاری، حالا سعی میکنه رو کنه و یه امتیاز هم
اکبری میگیره. اکبر کاشی سه بر یک میشه. اکبری به دنبال اجرا فن برانداز هست. اکبری برانداز به اجرا بذاره. آزورمند فرصت کامل رو به دوبنده آبی میده میکشه سونه هشه لازه تا دولاری به هم میزنه میکشه کاشی رو سرپا میده. سه بر یک نفع شاین حبیب داره. زاره سه اکبری امیرزا اکبری یک از نهی صورت دوچار آسیب دیگی میشه. این فاصله که آسیب دیگی شما دوام میشه خدمتون عرض کنم روز هفته دیماه در ابن باویه آرامگاه زنداد آقا تختی مراسمی از 9 صبح تا 12 ظهر برگزار میشه و دوستداران کشی همه سال میان به اونجا مراسم رو با شکوه برگزار میکنن. پیمان میبندن با پهلوانی و جوانمردی. وقتی بازم مای دو دست یک دست در اختیارش هست. آیزورمن داور وسط تذکر میده که سرسینه رو بالا بگیرید. کشی فرنگی کشی که سرسینهش پایین بگیره اختیار داره. بازم مای دو دست یک دست دستو یا دستو از زاره دستو رو صدیره به اجرا بذاره. مده دو دست یک دست در اختیارش هست. حالا یه استارت ما رو یاد دو دست یک دست های حمید سوریا میندازه. چقدر زیبا دو دست یک دست میکرد کمرگیری مربیان خوزستان یک طرف مربیان مازندران در طرف دیگه های محمدرضا اکبری کنار کوچک و مربیان خوزستان مربی خوزستان آقای قاسمی آخرین نکات رو به کشگیر خودش میگه و اون رو روانه میدان میکنه. وقت دوم مبارزه دوم با سوی داور وسط آقای زورمند آغاز میشه. 3-1 تا این لحظه به نفع حبیب زاره از خوزستان در مقابل اکبری از مازندران. آقای فراد اسماعیل نجات هم دیگر مربی مازندران میمونم که از کنار دوشک او هم راهنمایی میکنه. بیش از 3 دهه آقای فراد اسماعیل نجات مربیگری کرده در مازندران. واقعا درود به استقامت این مرد و بهش خسته نباشید میگیم. زمین که خدمتون عرض کردم دو مربی فنی زده نمیشه در آسیا. آقای محمد بنا بهترین مربی سال 2022 از ایران و آقای در فرنگی در آزاد هم آقای پژمان درستکار. باعث افتخاره که دو مربی برتر آسیا از ایران انتخاب میشه. افتخارات پی در پی کشتی که کمتر هم دیده میشه و به هر حال افتخارات زیادی داره کشتی. داورش می در مسابقات قهرمانی اروپا آقای مصلی پور مدرس اتحادیه جهانی میره برای برانداز. اینجا برانداز یه لحظه که روسی نشه اما نتونست اجرا کنه. اکبری یک بار دیگه به دنبال برانداز. اینجا برانداز اجرا میکنه و موفق میشه. بالاخره با سماجه از سختی همراه با قدرت بدنی و تکنیک برانداز بعدی هم به دنبال برانداز بعدی خیلی راحت این برانداز دیگه اجرا میکنه. دو برانداز پی در پی حالا 6-3 میشه. 6-3 اکبری پیش میفته. برانداز دومی که زد دیگه حالا اختلاف اینجا زیاد شد. اگر 4-3 بود شانس داشت. حالا باز هم بعید نیست اما کارش سخت است دیگه. زاره کارش سخت و دشوار هست. اما رضا اکبر از کنار تو شک یه لحظه آرام قرار نداره. چه فشار روانی رو متحمل میشن مربیان بیشتر از کشتیگیر باور کنین. فشار روانی و سختی خودشو داره مربیگری. همونه که کشتی میگرفتن بعد مربی گری کردن گفتم مربیگری سخت‌تر از کشی گرفتن است. ما همشون خسته نباشید میگیم. دو مربیان سازنده در سرنظر کشور. اینجا کشی 6-3. 6-3. تا این لحظه یه لحظه میشه مکمل گیری. باسم اجازه کار به اون نمیده. به دنبال
کمرگیری هست. زاره زکارو به اون نمیده. اکبری کاملا گاردو بسته، کتفار بسته، راه نمیده. حاضر اختار میکنه، با باز هم میشه و کمرگیری یک بار دیگه. این بار هم ناموفقه و نمیتونه نتیجه در برداشته باشه. باز هم در این بچشه کاملا کش کتفار بسته تا اینکه اجزای نفوذ نمیده. زارم مرتب حمله میکنه اما هر چه رفته به در بسته خورده و نتونسته نتیجه ای داشته باشه برای اون. 22 ثانیه وقت باقی مونده. گرفتن 3 امتیاز برای زاره خسته سخت و دشوار هست در این لحظات پایانی و حالا کمتر از 10 ثانیه وقت باقی مونده. یک بار دیگه و اینجا وقت به اتمام میرسه. شادمان اکبری از پیروزی خودش در فینال، امیررضا اکبری مرد دیگر مسابقات آسیایی در بحرین هم مدال برنز گرفته. یا در کنار آقای زورمند و حالا رقص و پا هم میکنه که نشون بده از آمادگی بالایی برخوردار هست. دوباره وسط آقای زورمند دستور مانون فرد پیروز بالا میبره. خب فرصت در اختیار همکارم در پخش شبکه ورزش قرار میدم. چند آگهی میبینیم بعد از اون برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز شبکه ورزش، دوستان کشتی، دیدار رده‌بندی وزن 72 کیلو از مسابقات قهرمانی جوانان فرنگی کشور و مرحله اول چرخه انتخابی تیم ملی که در بین دو کشتی مازندران و گلستان با داوری آقای قهرمانی، داور همدانی برگزار میشه رو شما از اون مشاهده میفرمایید. در این یک دقیقه و 30 ثانیه که سپری شد و شما از اون آگهی مشاهده میکردید، اشرفی از گلستان موفق شد 5 امتیاز از حریف خودش بگیره. احمد نجفی از مازندران با باند آبی و اشرفی از گلستان که اینجا خودش خاک میشه و 2 امتیاز دست میده. نجفی حالا 2 امتیاز میگیره و کشیر 5-2 میکنه. هنوز 2 امتیازو بر اینجا میدن چون دیگه در بیرون اتاش خاک شده بود. 2 امتیاز داشت که به درستی دادن. دستشاخ 5-2 پیش میفته. اشرفی، مهدی اشرفی کشیر گلستان اینجا یک بار دیگه سعی میکنه که کمرگیری کنه. در مایه کمرگیری حریف سعی داره که سوبلس کنه. حریف هم سعی میکنه که شرط برای فنونو از اونجا به پول بزن حریف خودشو. یک لحظه اینجا دو کشیگی به بیرون اتوشک پرتاب میشن و یک امتیاز داده میشه به دوبندی آبی نجفی. شیارا 5-3 میشه. 5-3 رقابت کشتی فرنگی قهرمانی و انتخابی تیم ملی جوانان کشور. دیدار رده بندی وزن 72 کیلو رو شما از آن مشاهده میکنید. فینالیست ها که 5-3 به اتمام رسید. دیدار رده بندی 55 و 60 کیلو هم به اتمام رسید. این اولین رده بندی وزن 72 کیلو است. تا حدود ساعت 8 افتخار داریم حدود 15 دقیقه دیگه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. بعد از این کشی یک کشی دیگه هم احتمالا فرصت خواهیم داشت. دو کشیگیر مچه دست هم دیگر مهار کردن. وقتی 30 ثانیه استراحت فرا میرسه میبینن نزد مربیان خودشون. آقای فراد اسماعیل نژاد یکی از مربیان سازنده که اومده در مقطع سنی جوانان کار میکنه در یک طرف، در طرف دیگه مربیان استان گلستان دیار رضا سوخته‌سری و پهلوانانی که از اون خطه اومدن و بزرگی کردند در میادین بزرگ دنیا.
آقای قربان توانم در بستر بیماری قهرمان جوانان جهان در مسابقات جوانان ژاپن که خیلی سال پیشه، نیم قرن پیش، براش آرزو سلامت میکنیم. نزدیم به ادامه کار. بنابراین یک بار دیگه کمرگیری، یک کمرگیری از کشکیر مازندران نجفی. حریف از دوشک خارج میکنه، یک امتیاز میگیره. ماشاءالله 5-4 میشه، اختلاف این بود کم یکی میرسه. 5 امتیاز پیش داور همدانی برگزار میشه. رو شما از اون مشاهده میفرمایید در این یک دقیقه و 30 ثانیه که سپری شد و شما از اون آگهی مشاهده میکردید، اشرفی از گلستان موفق شد 5 امتیاز از حریف خودش بگیره. احمد نجفی از مازندران با باند آبی و اشرفی از گلستان که اینجا خودش خاک میشه و 2 امتیاز در دست میده. نجفی حالا 2 امتیاز میگیره و کشیر 5-2 میکنه. هنوز 2 امتیازو بعد اینجا میدن چون دیگه در بیرون اتاش خاک شده بود، 2 امتیاز داشت که به درستی دادن. دستشاخ 5-2 پیش میفته. اشرفی، مهدی اشرفی کشیره گلستان اینجا یک بار دیگه سعی میکنه که کمرگیری کنه. در مایه کمرگیری هر حریف سعی داره که سوبلس کنه، حریف هم سعی میکنه که شرط برای فنونو از اونجا به پول بزن حریف خودشو. یک لحظه اینجا دو کشیگی به بیرون هم دوشک پرتاب میشن و یک امتیاز داده میشه به دوبندی آبی نجفی. کشیارا 5-3 میشه، 5-3 رقابت کشتی فرنگی قهرمانی و انتخابی تیم ملی جوانان کشور. دیدار رده بندی وزن 72 کیلو رو شما از آن مشاهده میکنن. فینالیست ها که 5 وزنشون به اتمام رسید. دیدار رده بندی 55 و 60 کیلو هم به اتمام رسید. این اولین رده بندی وزن 72 کیلو است. تا حدود ساعت 8 افتخار داریم حدود 15 دقیقه دیگه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. بعد از این کشی یک کشی دیگه هم احتمالا فرصت خواهیم داشت. دو کشیگیر مچه دست هم دیگر مهار کردن. وقتی 30 ثانیه استراحت فرا میرسه و میبینن از مربیان خودشون آقای فراد اسماعیل نژاد، یکی از مربیان سازنده که اومده در مقطع سنی جوانان کار میکنه در یک طرف، در طرف دیگه مربیان استان گلستان دیار رضا سوخته سری و پهلوانانی که از اون خطه اومدن و بزرگی کردند در میادین بزرگ دنیا. آقای قربان توانم در بستر بیماری قهرمان جوانان جهان در مسابقات جوانان ژاپن که خیلی سال پیشه، نیم قرن پیش، براش آرزو سلامت میکنیم. نزدیم به ادامه کار. بنابراین یک بار دیگه کمرگیری، یک کمرگیری از کشکیر مازندران نجفی. حریف از دوشک خارج میکنه، یک امتیاز میگیره. ماشاءالله 5-4 میشه، اختلاف این بود کم یکی میرسه. 5 امتیاز پیش بود، حالا رفته رفته اختلاف این بود کم میکنه نجفی. حالا بیم که چه خواهد کرد. یک بار دیگه میتونی خاک کن حریف خودشو، میره باش حریف خودشو اصلا موجه سوبلس هنوز نتونسته و 2 امتیاز بالاخره میگیره و حالا کشکیر 6-5 پیش میفته. یه جورایی مثل اینکه اشرفی خسته شده و اون انرژی ابتدا کار رو نداره، انرژی ابتدا کار رو نداره و اختلاف امتیازاتش حالا کم کرد و بعد از اونم
6-5 به نفع احمد نجفی از مازندران. بشیر گلستان، ادیار رضا سوخت‌زاده، اویس ملاح و حسن به دنبال کولنداز، صدر کولنداز به اجرا بذاره، نموفقه. نمیدید یک کمرگیری، یک بار دیگه و پای عریب توشک خارج میکنه و یک امتیاز دیگه میگیره از عریب خودش. حالا تقاضی چلنج میکنه که مربیش و نظرش این بوده که از پا استفاده کرده. حالا ببینیم حرکت های سر، اگر ببینیم این توضیح رو خواهیم داد. ببینیم که اگر امکان داشته باشه همکارانمون حرکت های سر رو برای ما و شما به نمایش بذارن، اون یه امتیاز دیگه نمیدن اگر از پا استفاده کرده باشه. کاشگیر مازندران میاد با مربیش، از مربیش تقاضا میکنه مؤدبانه. اینکه خود کاشگیر بره اون شعر رو برداره و تقاضا کنه زیاد جالب نمیتونه باشه. برای آقای مزدک گیتی، در مقابل باحالو و آقای رادمت، دوران گیلان و چهارمحال بختیاری، همچنین همدان، استان همدان فیلمو بازبینی میکنه از اعضای هیئت جوری و بعد اون رأی رو اعلام خواهند کرد. خب اعتراضشون مورد قبول واقع نمیشه و یک امتیاز دیگه میدن، از پا استفاده نکرده بود. حالا کشی 8-5 میشه، 8-5 به نفع احمد نجفی از مازندران. مایدو دست رو در اختیار میگیره و سعی میکنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. یک بار دیگه در تلاش هست اینکه بتونه قوس کنه عریف خودشو. اشرفی از گلستان بعد اینکه 5 امتیاز گرفت میدون خسته شد. نجفی هم موتور روشن کرد و 8 امتیاز گرفت و 8-5 پیش افتاد. کمتر از یک دقیقه وقت باقی مونده، کمتر از یک دقیقه وقت باقی مونده که بازم تلاش میکنه اینکه بتونه شرط برای فنون خودش مایا کنه. به دنبال قوس کردن سعی میکنه که با یه قوس صادق عارف رو به هم بزنه و به دنبال اون کمرگیری خودش رو اشرفی از استان گلستان به اجرا بذاره که ناموفقه. عارف کاملا اون رو مهار کرده، مچ و دستور گرو گرفته و اجازه کار به اون نمیده. همه کشته واقعا فنی و تکنیکی بود و کشیران با انگیزه ظاهر شدن. آینده کشی ما در فرنگی متعلق به همین کشیگیران. یه فن کمر در 6 ثانیه خودش خاتم میشه، مجری فن است. آور کشی رو سرپا میده، بازم میره برای کمرگیری تو چند ثانیه و در این لحظه وقت به اتمام میرسه و موفق میشه احمد نجفی از مازندران. 8-5 سید مهدی اشرفی از گلستان شکست بده. داور وسط آقای قهرمانی، داور همدانی دستور رو به اون فرد پیروز بالا میبره. تا فاصله که کشتی بعد میاد خدمتون عرض کنم که در کشتی فرنگی آقای محمد بنا بهترین مربی آسیا شدن، در کشتی آزاد در سال 2022 آقای پشمان درستکار در کشتی آزاد، این هم چهره شهید حاج قاسم سلیمانی که این مسابقات گرامی داشت سوم سالگرد شهید قاسم سلیمانی فلسطین کشتی نامگذاری کرده و می‌پرسیم به ادامه کار. بله، دو مربی برتر آسیا از ایران عزیز بودن و رحمان عموزاد هم ستاره جوان کشورمون، ستاره جهان معرفی شد از طرف اتحادیه جهانی کشتی و محمد مصلای پور رئیس کمیسیون دوان کشورمون، نماینده اتحادیه جهانی و مدرس
اتحاد جانی در مسابقات قهرمان اروپا که بسیار مهم است، افتخارات ارزشمند که در این فاصله خدمت شما از آن عرض میکنیم. رقابت دوم رده‌بندی وزن 72 کیلو کشکران لرستان و خوزستان، محمد غلامی از خوزستان با دوبنده قرمز، امانوی ولیپور از عرفان ولیپور از لرستان با دوبنده آبی مبارزه میکنه. دو کشکی دست سرشاخ روی دستان هم کار میکنه تا اینکه بتونن شرایط برای فنون خودشون مهیا کنن. سعید نصرتپور داور تهرانی، آقای سعید نصرتپور داور تهرانی این مبارزه رو قضاوت میکنند. در سرشاخ دو کشتیگیر روی دستان هم دیگه کار میکنن. علی پور از لرستان بازم در تلاشات این بتونه کمرگیری خودشو به اجرا بذاره. لرستان در یک سال دو گذشته، یکی دو سال گذشته واقعا رشد بسیار خوبی داشته. خطه پنامانخیز لرستان جوانای غیور پر قدرت و جسوری داره، یه مقدار رسیدی یه بشه بیشک میتونن توانمندی خودشون ارائه کنن. حالا میره اینکه خاک کنه ولی پور از اینجا موفق بشه خاک کنه، دو امتیاز بگیره، یه تیکه میره تا اینکه برانداز رو به اجرا بذاره. ولی پور یه برانداز هم اجرا میکنه و موفق دو امتیاز بگیره و اینجا مربی خوزستان تقاضی چالش میکنه. نظرش میاد از پا استفاده کرده ولی پور، ببینیم که آیا اعتراضش مورد قبول واقع میشه یا نه. حالا هیئت جوری آقای مزدک گیتی سرپرست فنی مسابقات، سرپرست فنیت فن، سرپرست برگزاری مسابقات هم آقای حسینی هستن که بهشون خسته نباشید میگیم، به همه عزیزان برگزار کننده و حرکت را سر ببینیم اینجا که برای یه لحظه پا رو بغل پا گذاشت و درسته اینجا پا رو بغل گذاشت و اینجا دیگه در تصویر چیزی ما میبینیم امتیازی نده، یعنی چهار امتیازی میتونن کم کنن دیگه در تصویر ما دیده میشه. حالا اگر زاویه دوربین فدراسیون کشتی تفاوت داشته باشه اون دیگه بحث دیگه، ولی ما خودتون هم ملاحظه فرمودید کاملا پا رو خب نظر هیئت جوری این چنین نیست. ببین اینجا ببینید پار ببینید با هم دیگه این کاملا مشخص است، کاملا مشخصه که ببینید چون دیگه تماشاگر و داور و مربی و همه ببینن فیلم رو اینجا دیگه. خب همه باید به رأی داوران احترام بذاریم اما هیئت جوری باید دقت بیشتری بکنه چون دیگه همه میبینن تصویر، یه چیزی نیست که پوشیده باشه خودشون چند نفری ببینن کسی دیگه نبینه، مقدار باز هست مسئله و اتحاد جانی کشتی به این خاطر این تصمیم میگرفته که یه حالت دموکراسی باشه و همه ببینن و داوران هم دقتی بیشتری بکنن. میره بر فنه کمان، یه فنه کمان اجرا میکنه و چیزی داده نمیشه، اما خب ممکنه تصویر اونها در زاویه دید اونا نبوده این تصویری که ما داشتیم. اما در هر حالتی همه باید اون روح اطاعت رو نسبت به نظر داور داشته باشیم. نتیجه کشی 5-0 نفع عرفان ولیپور علارستان، میگه پای علی خوش از خارج میکنه یکی امتیاز دیگه میگیره و کشی حالا 6-0 میکنه، 6-0. غلامی از خوزستان هم مرتب اعتراض داره به رأی داوران، همین هم نمیتونه جالب باشه. کشتیگیر فقط باید کشتیشو بگیره، میزنه زیر کتفان حریف خودش ولی پور، قدرت بدنه بالایی داره ولی پور. بازم در سرشاخ مای دو دستی دستو در اختیار گرفته اون که بدون شرایط برای فنون خودش مهیا کنه و یک بار دیگه و قوس کردن از حریفش
تا داره به هم بزنه و به دنبال اون کمرگیری خودشو به اجرا بذاره. مسابقات جوانان هست. یادم میاد 2005 در ویلنیوس لیتوانی حمید سوریان در مسابقات جوانان جهان مدال طلا گرفت و همون سال هم قهرمان بزرگسالان شد در بوداپست. یعنی راه رو از جوانان شروع کرد. راه قهرمانی، مسیر قهرمانی از جوانان میتونه هموار بشه. اکثر قهرمانان ما مثل علیزاده دبیر، مثل علیزاده رضایی و حسن یزدانی جوانان جان در کرواسی قهرمان جوانان شد، علیزاده کریم همون سال و جوانان زیادی ابتدا اومدن در جوانان جهان قهرمان شدن و بعد از اون در بزرگسالان. گوانده سالان یک بار دیگه اعلام میکنه که هفته دیماه ابن بابویه دوستان کشتی بیان و در اونجا حضور داشته باشن. تمام قهرمانان بزرگ، پیشکسوتان، هم دورای آقا تختی، اونایی که باقی موندن در این مراسم حضور دارن. یک بار دیگه با دستو میره به پشت حریف خودش غلامی، اما اینجا کارو نمیده. ولی پور یه لحظه رفت به پشت غلامی اما نتونست نتیجه بگیره. باسم سرگردان مهار میکنه و سعی میکنه که ولی پور پا رو از توزه خارج کنه. اینجا پاش رو از توزه خارج میکنه و بعد از اون فنو میزنه. نه دیگه، اینجا پاش رو از توزه دو پا خارج شد، بعد از اون فنو زد. کاملا مشخص بود. بله، غلامی پاش از توزه خارج شد، بعد از اون فنو زد که به درستی داوران یک امتیاز رو برای ولی پور از لرستان در نظر گرفتند. یک بار دیگه موفق میشه هشتمین امتیاز رو با حملات پی در پی خودش بگیره و کشیر 8-0 پیروز میشه ولی پور لرستان. حالا کارت زردم بود داده میشه چون مرتب اعتراض میکرد. باید بیاد کنار. خب اگر نیاد وایسته کارت قرمز بگیره محروم میشه در برای حالا با نظر کمیته انضباطی. خب این کشم به اتمام رسید با پیروزی ولی پور. فرصت در اختیار دوست همکار ازم جناب آقای اسماعیلی قرار میدم و بنده حقیر از شما از آن خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و مسابقه دیگر. خدا نگهدار. برای ما رو پسندیده باشید، همچنین بیننده شبکه ورزش باشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.